Saatim uçuyor. Kartı vizit. Kilid bud. Ye xodkaram bud. Bəli, xodkaram bud. Bəli, متشکرم. خب اسم سبزیجاتو تا جایی که یادتون میاد نام ببرید. سبزیجات هویج، کاهو، کلم، کاهو شینی، هویج، کرفس، دیگه چی هست؟ کرفس. ممنونم دیگه تمام شد. فایکی، برای اطمینان دفعه بعد نوارو عکس مغزی هم بگیریم. بله، فقط برای اطمینان. اون فکر کیه؟ آدم احمق فرض میکنه. بس کن دیگه، اون متخصص مغز و اعصابه. واقعا که چه متخصصی؟ اسم سبزیجات اینجا که مهد کودک نیست. اینا رو ببر خونه. من برمیگردم شرکت. پایه کاری تصویر شهر مدرن، نه تنها افراد جوان و میانسال، بلکه گسترده تر، چیزی که شامل تمام گروه های سنی بشه و برای اینکه اون کالا تو ذهن همه جا بیفته. من که نمیفهمم برای چه اینقدر از لغات تخصصی استفاده میکنی. یکم ساده تر صحبت کن. مثلا میتونه بگی نه تنها جوان ها، حتی زن ها و مردای روستایی هم باید شرکت گیگا رو بشناسن. کار ما اینه ها؟ ما تبلیغات رو به خاطر معرفی اجناس و دادن اطلاعات به خریدار انجام میدیم. باید بیشتر به خریدار توجه کنی. اگه فکر میکنی تمام خریدارا تو محله شیبویا زندگی میکنن، اشتباهی بزرگی میکنی. خواهش میکنم لغاتی رو که برای بیان منظورت به کار میبری با دقت انتخاب کن که به درد همه مشتری‌ها بخوره. معذرت میخوام. پس دوباره در مورد آگهی بعد از پایان تابستون صحبت میکنم. پایه کار همینه و تغییرم نمیکنه، ولی باید تعداد افراد بازیگر رو بیشتر کنیم. فعلا در لیست افراد آیکاتو و شیهوری کنجی رو داریم که باید اشاره کنم این افراد در عین مدرن بودن در بین طبقات متوسط هم طرفداران زیادی دارن. خب پس پایه کار بر روی صمیمیت و درک راحت مشتری گذاشته میشه. صورتتون رو میپوشونم. از مراجعه اول تا گرفتن عکس مغزی خیلی فاصله افتاده. معذرت میخوام. الان از نظر کاری در وضعیت حساسی قرار دارم. وقت آزاد ندارم. شما که درک میکنید. خیلی معذرت میخوام، اما امروز میتونید جواب عکس مغزی رو بدید؟ هنوز قطعی نیست، ولی یه امکانی وجود داره که بهتر شما رو در جریانش قرار بدم. ببخشید آقای دکتر، یعنی این بیماری خطر جانی داره؟ یا اینکه افسردگی؟ بعضیا اشتباه میگیرن و میگن افسردگی. اما من ممکنه و احتمال میدم اینا علائم آلزایمر باشه. شوخی نکنید. اون که بیماری افراد مسنه. در سن 40 سالگی یا 30 سالگی هم بعضیا به این بیماری مبتلا میشن. حتی گزارش شده که در سن 20 سالگی هم مواردی مشاهده شده. این عکس رو نگاه کنید. این عکس ها برش های مغزه.
این قسمت سیاه، این قسمت مربوط به حافظه میشه. اگه این عکس رو با یه فرد سالم مقایسه کنیم میبینیم که قسمت سیاه بزرگتر شده. واضحه که مغز جمع شده. میشه گفت که این علامت فراموشیه. خیلی ازتون معذرت میخوام، اما تشخیص من اینه. به شرکت خبر میدی؟ قبض پارکینگ کجا بود؟ اینجاست. امروز دلم میخواد من رانندگی کنم. گشنمه، ولی قبل از رفتن یه سری بریم کتاب فروشی. یکم خودم آروم میکنم، به ریه چیزی نگو. باشه، این طرح اولی و این طرح دومی و اینم سومی شه. اینو من تایید و پیشنهاد میکنم و اینم چهارمی. به نظرم سومیش خوبه، نه آقای رئیس؟ خوبه، اما یه جوراییه باش ارتباط برقرار نمیکنم. یعنی یابر اینو نگاه میکنه؟ خب یه کمی بیشتر روش فکر میکنیم. دقیقا شما میتونه تا فردا سه تای دیگه درست کنی؟ باشه. بیا 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 بیا. خب اینو نگاه کنید. این قسمت، قسمت پشت، همونطور که مشاهده میکنید این قسمت آبی شده، یعنی جریان خون توش خیلی پایینه و این مشخصه بزرگ فراموشیه. اشتباه نمیکنم، بیماری آلزایمره. آقای سایکی، در این وضعیت شاید کمی سخت باشه که امیدواری بدم، ولی پیشرفت این نوع بیماری بسته به اشخاص متفاوته. در حال حاضر دارویی برای جلوگیری از بیماری نداریم، اما دارویی که باعث کم کردن پیشرفتش میشه وجود داره. درست نیست؟ بله. تو چند سالته؟ چند سال دکتر شدی؟ جواب سال اول 35 سالمه. جواب سال دوم 15 ساله. یه سال پشت کنکور بودم. 15 سال ها؟ 15 سال عادت کردی نه؟ انقدر گفتی که حفظتی. اگه میخواین شما رو به دکتری که سنش از من بالاتر باشه معرفی کنم تا اون شما رو معالج کنه، اما متاسفانه در این بیمارستان کسی که تجربه بیشتری راجع به این بیماری داره فقط من هستم. میتونم شما رو به یه بیمارستان دیگه معرفی کنم، ولی تا اون موقع صحیح نیست در معالجه این بیماری تأخیر. تو کی هستی؟ چرا من اینطوری حرف میزنی؟ فکر میکنی این مشکل تو نیست؟ بار کسی دیگه یه ها؟
یه کار فراگیر. اشتباه نمیشه. بیماری آلزایمر. اشتباه نمیکنم. بیماری آلزایمر. آقای سایکی. ای دکتر، شنیدم آلزایمر در دوران جنبواری پیشرفت سریع تری داره. مواردی هست که سریع پیشرفت کرده، اما شخص به شخص متفاوته. بنابراین نمیشه گفت که من اینا رو نمیخوام بشنوم، چون همه اینا تو کتابا نوشته شده. ای دکتر، دارویی برای جلوگیری از پیشرفت یا درمان این بیماری نداری؟ پس بهتره بگی. تو باید آروم آروم بمیری. تو میدونی این بیماری چطوریه، ولی احساس مریضی رو که این حرفا رو میشنوه درک نمی کنی. پدر منم به همین بیماری مبتلاست. آقای سایکی، من در رابطه با شغلم شاید تجربه زیادی نداشته باشم، اما چیزایی هست که خیلی خوب میدونم. مرگ یا مردن انسان جزء جدا نشدنی سرنوشته. پیر شدنم جزئی از این سرنوشته. همینطور بیماری. بدن انسان به جز در 10 سال اول زندگی دائما در حال تحلیل رفتنه. اما این به معنای تسلیم شدن در برابر بیماری نیست. شاید داروی جدیدی ساخته بشه، ولی فعلا کارایی هست که از دست من برمیاد و من میخوام اون کارا رو برای شما انجام بدم. فقط همین. آقای سایکی، من میخوام شما کارایی رو که از پسش برمیاد خودتون انجام بدین. ناامید نشین، من داخل متن منتظرتون هستم. اگه من خودم نباشم، تو میتونی بازم تحملم کنی؟ نمیدونم، من خیلی میترسم. خب منم میترسم. این قیافه رو به خودت نگیر، چه خبرته؟ شما مردا همیشه همینطورین، فقط به فکر خودتونین که چی میخواد بشه. یادته وقتی که ریه به دبیرستان میرفت و خیلی سرکش شده بود؟ اون موقع هم خیلی برای من سخت بود. تو هم که هیچ وقت خونه نبودی، ولی من همه مشکلاتو تحمل کردم، چون ما یک خانوادیم. من همیشه پیشم. شروع کردم به یادداشت کردن کارهای روزانم، چون فکر کردم اگه
حافظه من پاک بشه باید یه نوشته باشه. تکان دادن انگشت ها. تابستان سال 2004. از بالا به پایین فشار دادن کافی نیست، بکش به طرف خودتو صاف بیارش بالا. آن که مدتی کار نکرده بودین اما کارتون خیلی خیلی خوبه، بیشتر سعی کنین. شما خیلی زور دارین اینطوری فشار بدین که هواشم خارج بشه. آه شما مشکلی دارین؟ الان میام پیشتون ببینم. استادمون خیلی خوش اخلاقه، منو یاد اوکوتاما میندازه. اوکوتاما؟ یادت نمیاد؟ چطور ممکنه اون پیر مرد بد اخلاق رو فراموش کنم؟ خیلی خوب نگرشتن. حالا برو کارت خوبه. خیلی قشنگه. خیلی متشکرم استاد. مال من چطوره استاد؟ خیلی زمخته و خیلی هم ساده است. کاسه ها انعکاسی از سازنده شون هستن. کاسه ای که شخص می سازه در حقیقت تصویری از خودشه. خانم امیکو یه سوال دارم. چی؟ میخواستم بدونم با من ازدواج میکنید. با من ازدواج میکنید. از طرف گیگا یه شخصیت پیشنهاد شده. بحثمون راجع به اینه که این شخصیت رو چطوری به کار ببریم. آقای ایشی چند طرحو ارائه دادن. ایشون میگن آرم شرکت گیگا و تصویر این شخصیت رو در کنار هم بذاریم، که البته خود منم فکر میکنم اینطوری بهتر باشه چون این طرح خوبیه. ولی چرا باید این شخصیت باشه؟ مثل اینکه دختر رئیس شرکت گیگا کاریکاتوریسته. اگه اینو انتخاب کنیم تمام طرحایی که روشون فکر کردیم از بین میرن. در هر صورت این خواسته ی اوناست. برعکس شما من فکر میکنم این یه تغییر مثبتیه. این آگهی مثل آگهی شرکت گوتاس که آقای مراکامی استفاده کرده. طرحش ما بین یه طرح شیک و یه طرح ارزون قرار داره. تو این منطقه من آینده خوبی برای این تبلیغ میبینم. تو یه کلام میخوای بگی ارزشش رو داره دیگه. پس همین رو پیش بریم خوبه آقای رئیس؟ آقای رئیس؟ ها الان که وقت خط خطی کردن نیست. خوبه ولی بیشتر روش فکر کنید. خب این کدو تنبر، چای سبز، سیاه دونه، کنجد و داروی گیاهی. اینم اون یکی دارو و اینم گیاهان معطر برای حمام. اینم میگم برات خوبه. دیگه داری زیاد روی میکنی. کاریه که از دستمون برمیاد ارزشش رو داره. ولی تو که سبزی و کدو دوست نداری. من میخورم کافیه. تو چیزایی رو که دوست داری بخور. ولی اینا فقط برای تو نیست. منم باید رژیم غذاییمو عوض کنم. برای منم خوبه. خب بخوریم. چیه؟ حالت خوب نیست؟ ای وای دیدی چی شد؟ نوشابه یادم رفت. چهارم جولای روز یک شنبه معلوم شد که نوام دختره. پاییز ریه زایمان میکنه و من نوه‌دار میشم. راستی باید اسم نوه‌مو انتخاب کنم، اسمی که باعث سربلندیش بشه.
سلام، بخش دو قسمت بازاریابی، من ایکونا هستم. ایکونا؟ منم سایکی، گم شدم. آقای رئیس، الان کجا هستین؟ من الان خیابان شیبویا هستم. آقای رئیس میگه تو شیبویا گم شده. چی گم شده؟ از اونجا چی میبینید؟ پمپ بنزین، پمپ بنزین نوس. آه، اونجا میاما سوزوکاه، از ورودی اشتباه بالا اومدین. از خیابونی که ساختمون بلند کراستوشه بیاین پایین و برگردین به ایستگاه. باش، خداف. صبر کنید، بهتره که قطع نکنید. باش. من تو ایسکا برگشتم. پل آبر پیاده رو میبینی؟ برید روی پل. باش. اونجا الان در حال ساخته، برید طرف. چی گفتی؟ سمت راست، بپیچین سمت راست. تو های داری پلیس؟ بعدش چی؟ سمت راست، بپیچید سمت راست و مستقیم برید. اونجا یه رستوران سنتیه، مستقیم برید جلو و سر نمش که رستورانه، بپیچید به سمت راست. ها؟ یه رستوران، سمت راست یه رستورانه، نمیبینی؟ ببخشید. چرا منتظرمون گذاشتین؟ اگه 5 دقیقه تأخیر داشته باشین یعنی 5 دقیقه عمر ما را حروم کردین. آقای سایکی، ما یه رو پیش با شما صحبت کردیم، تا حالا کجا بودین؟ شما اخیراً دچار مشکل شدین؟ من فکر میکردم بهتر سفالگری رو ادامه بدم، اینطوری هم سرگرم میشم هم پول در میارم. چی داری میگی امیکا؟ این حرف رو نزن. تو این چند سالی که تو خونه داری و بچه داری میکردی من کار میکردم. بعضی اوقات رئیسم بد اخلاقی میکردی و پدر مادرم میگفتن دیگه از داشتن نوه ناامید شدن، ولی من بازم تنهایی کارامو انجام دادم. به خاطر همینه که الان یه کاری دارم که انجام بدم. اینطور نیست که بگم چون دیگه بچه هم بزرگ شدن و تنهایی تو خونه حوصله‌ام سر میره پس برم دنبال کار. بله، واقعا اینطور نیست. نمیخوام خانمای خانه‌دار رو سرزنش کنم، اما اونا از نظر نیروی کاری با دختری که دبیرستانی و هیچ تجربه‌ای نداره فرق ندارن. تازه تو این سنی که هستی از بچه دبیرستانی هم پایین‌تری، چون اون هر کاری میکنه. منم هر کاری باشه حاضرم انجام بدم، حتی بارکشی. همینطوری که هستی بمون، هنوز که شوهرت بازنشسته نشده. چرا انقدر دنبال کار میگردی؟ تعجب میکنم. من پول لازم دارم، خیلی هم لازم دارم. با اجازه. بیا تو. مثلا اینکه کارهای تبلیغاتی گیگا خیلی خوب پیش میره. گسترده شدن تبلیغات در فصل پاییز تقریبا تایید شده. فقط مونده که تبلیغات جدید از تلویزیون پخش بشه و فروشگاه فروششون آغاز کنم. به نظرم شرکت گیگا از این وضعیت خیلی راضیه. بله. درسته. از اینجا به بعد نظم کار خیلی اهمیت پیدا میکنه. سعی خودم نمیکنیم. شنیدم قرص میخوری. میتونی کارتو خوب انجام بدی. چرا پنهان کردی؟ بیماری آلزایمر رو از کجا میدونید؟ من از تو سوال میکنم، چرا چیزی نگفتی؟ دکتر گفت میتونم کارامو ادامه بدم. شنیدم حرکات و حرفات مشکل پیدا کرده. منم دنبال فرصتی بودم که به شما بگم، ولی فعلا برای کار مشکلی پیش نیومده. واقعا مشکلی پیش نیومده؟ پس چرا هفته پیش در جلسه رؤسا غیبت داشتی؟ جلسه؟
اینم شنیدم که دنبال اتاق پخش طرح‌های تکمیلی میگشتی و از جیبت کاغذهای یادداشت میریختی. چون الان فهمیدم که چه بیماری داری، دیگه نمیتونم ازت پشتیبانی کنم. به کسی نمیگم. چطور خودت استعفا بدی؟ صبر کنید. خواهش میکنم. این کار ساخته کیه؟ سعی کن بدون اینکه به کاغذ نگاه کنی از روی ظاهرش اینو بفهمی. باشه؟ باش. مشتری که اینو خریده اسکناس 10,000 ینی داده. من باید 2430 ین بهش پس بدم. خوبه، ولی یکم سریع تر حساب کنین، قیمت رو هم حفظ کنین، از روی اتیکت نخونین. سعی خودتونو بکنی. بله بله چشم. خیابان اصلی شیبویا از ایسکا همینطور ادامه داره تا فروشگاه توکیوی مرکزی. تمام منطقه شیبویا رو با آگهی های گیگا پر میکنیم. آگهی هوایی و روی بدنه اتوبوسا. آقای رئیس، تمام نمایشگران دست ما هست. تمام شیبویا رو در اختیار. بله. 800 تا پرچم. اینه، خیلی گسترده است. انتخاب درستی بود که کارو به شما سپردم. خیلی ممنون. نمرتون 20 بچه ها. مثل اینکه جای آقای سایکی رو من گرفتم. معذرت میخوام، خلاصه سعیتون رو بکنید. چشش. آقای کاوامورا کمی وقت دارید؟ چیه؟ امروز آخرین روزیه که من کار شرکت شما رو انجام میدم. از این به بعد آقای سانادا کار شما رو انجام میده. لطفاً قبول کنید. از شما خیلی ممنونم. آخه چرا؟ به خاطر جابجایی افراد. یعنی شما میخواید کار منو نصف رها کنید و برید؟ معذرت میخوام، میدونم موقعیت حساسیه. آقای سایکی، درسته که شما سرتون خیلی شلوغه و کارهای دیگه ای هم دارین، ولی این درست نیست. از روز بعد سانادا سعی خودشو میکنه. بله بله، من اصلا موافق نیستم. آقای رئیس، پاییز سال 2004. من میرم نهار بخورم. منم میام. کجا بریم؟ رستوران؟ با تو هم؟ واقعا شرم‌آوره. باید از آقای رئیس معذرت خواهی کنی. با احساس خالی نمیشه کار کرد، متوجه نیستین؟ ببینم چه شده. حداقل برای آقای رئیس توضیح بده. کسی که بیماری شما رو به رئیس گزارش داده آقای سانادا بوده. پاکت قرصتون رو باز کرده و روشو خونده. به همین خاطر آقای رئیس. من اصلا نمیبخشمش.
اما آقای رئیس، این شما بودین که از آقای سونادا پشتیبانی کردین. حالا ناراحت نیستین؟ افرادی که در قسمت بایگانی هستن به غیر از شما همشون یه اشتباهی کردن که نتونستن در قسمت خودشون بمونن. به همین خاطر این قسمت رو در جایی که پر رفته آمده گذاشتن. واقعا متاسفم آقای رئیس، کار شما خیلی زشت بود آقای سونادا. باشه، ولی بیماری من واقعیته، اینجا شرکته و باید اینطوری باشه. سب کن. من این کارو به تو سپردم. خواهش میکنم خوب انجامش بده. من زمستونا همه بخاری های خونه رو روشن میکنم. اگرم دیدم هوا خیلی گرم شد، نهایتش پنجره ها رو باز میذارم. وضع سوخت داره روز به روز بدتر میشه. گاز که یه رویا شده. ما مشکل آب نداریم، هیچ وقت هم نداشتیم. برای همینم هر چقدر که بخوایم آب مصرف میکنیم. اوایل خیلی سخت بود، ولی بعد کم کم عادت کردیم که با کمبود آبم بسازیم. خونه باید همیشه روشن باشه. من تو تاریکی دلم میگیره، برای همینم از اول شب همه چراغ خونه رو روشن میکنم. ما فقط میتونیم یه دونه لامپو تو شب روشن بذاریم که اونم هی خاموش روشن میشه. همسر من بارداره. دکترها گفتن بچه پسر و دیماه به دنیا میاد. ما هم تصمیم گرفتیم اسمشو بذاریم آرمان. اسم من آرمانه، متولد دیماه. اولین باری که دارم می نویسم. تا آخر اکتبر خوبه؟ اون موقع اگه استعفا می دادی مقامت معاون رئیس قسمت بود، ولی الان نه تنها مقامی نداری، حقوقت هم زمین تا آسمون فرق داره. خب چاره‌ای نداشتم. چرا تو نمی تونی محبت دیگران رو به راحتی قبول کنی؟ منم خیلی از این بحث ناراحتم. می خواستم تا زایمان دخترم براش یه پدر کاری باشم. خوبه که تو یه دختر داری. بله، خدا رو شکر میکنم. بله درسته. سایکی، برای این مدت طولانی ازت ممنونم. همه چیزی انتهایی داره، اما فکر نمی کردم بعد از 26 سال کارم اینطوری تموم بشه. تو به خاطر کارت زیاد به خارج می‌رفتی، اما تا حالا یک بار شده من و دخترت هم با خودت ببری؟ نگران نباشید، من مواظب ریه هستم. پدر، از این به بعد منو قبول کنید. چیه بابا؟ نکنه اسم منم فراموش کردی؟ بهتره بری پیش دکتر. مسایاکی سایکی، تو مرد موفقی میشی. بفرمایید.
بفرمایید. آقای سایکی چی شده؟ چرا این کارو کردی؟ شما اید آقای کاوامورا؟ اوضاع اصلا خوب نیست. آقای سونادا نمیتونه از پس تبلیغات بر بیاد. اون نمیتونه از افرادش در موقعیت مناسب بهره بگیره. بله. بله که نشد جواب مرد. کی برمیگردی؟ میتونی برگردی نه؟ الان همون زمانیه که همیشه میگفتی وقت استراحته، ولی موقعیتش نیست. آقای کاوامورا، واقعا ازتون معذرت میخوام. من نمیتونم برگردم. بیماری من خیلی شدیدتر شده. سب کن. من در جریان بیماریتون نبودم. سونادا، کمی زمان لازم داره، ولی از پسش بر میاد. باش آقای سایکی، یه چیزو میدونید؟ چی رو؟ سن مغزی انسان روز به روز جوانتر میشه، یعنی میشه گفت سن مغزی ما 80% سن قدیمی هست. بله. خب اگه بخوام اینطوری حساب کنیم، شما الان 40 سالتونه، منم 30 سالمه، پس هنوز جوانی. بله. شما میگین مریضین، اما میتونید با من صحبت کنید و حالتون طوری نیست که در بیمارستان بستری بشه. بله. و این میگن تفکر مثبت. اگه همش بگیم نمیشه که زندگی فنا میشه، اما اگه باور کنیم که میشه، زندگی خوب پیش میره و مشکلات حل میشه. بله درست میفرمایید. شکست نخور، دوباره برگرد و کار شرکت ما رو انجام بده. خیلی دلم میخواد بازم با هم بریم بیرون، البته اگه تبلیغات شرکت گیگا بذاره. چه دوباره با هم بریم پیاده روی. خیلی خوبه، مواظب خودت باش. متشکرم. بیا. خداحافظ. خداحافظ. خسته نباشید. جمعه 29 اکتبر. استعفا. ما رو فراموش نکنید. ما که هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنیم. ما از شما خیلی چیزا یاد گرفتیم. بفرمایید. کیکو ایکونو. خیلی دوستتون داریم. همیشه تو قلب مایی. موفق باشی. خسته نباشید. خسته نباشید. واقعا خسته نباشید. آقای رئیس محکم باشید.
ما مثل شما محکم نیست. پنجشنبه 18 نوامبر. من 50 ساله شدم و بلافاصله بچه ریم به دنیا آمد. 2 کیلو و 730 گرم. هم بچه و هم مادر بچه سالم. در طول این 50 سال شاید این بهترین روز زندگی من. ریه متشکرم، واقعا متشکرم. کاغذ اسم بچه رو آوردی؟ میبوکی. میبوکی؟ احساس روش کردن رو با آدم میده. این اسم قشنگیه بابا، خیلی ازتون ممنونم. آهای، اسم تو شده میبوکی؟ وای نگاش کن. یک دو دست بابا زبه دستت باشم. خوب شد. مسایوکی قبلا غذا دادی؟ نمیخواد. این برنامه امروزته. ساعت 10 برو قدم بزن، نیم ساعت بعدش هم برگرد بیا خونه. برنامه رو تو این نوشتم. خب دیگه فعلا خداحافظ. میکنید فکر کنم بتونید توی مسابقات شرکت کنید. جدی میگم؟ سرخ کردن رو خوب بلدم. همچه دیگه پدر بزرگ، نوت دیدی دیگه ما رو تحویل نمیگیری؟ بیا یه پدر بزرگ اینا رو بگیری؟ بیا پدر بزرگ. Thank you.
ساعت 10 که شد برگرد خونه. سال 2007 هول نشیا. میخوام یه مغازه جدید تو جیوگا اوکا باز کنم. دوباره؟ اندازش نصف مغازه‌ایه که الان دارم. برای جنسایی که میفروشم همه با کیفیت و درجه یکه. مشتری ها باید اونجا عضو باشن تا برن تو. چه جاله. فکر کنم تو بتونی رئیس اون مغازه بشی. نمیخوای؟ از پیشنهادت خیلی خوشحال شدم. فکر میکنی از عهدش بر بیام؟ اگه شخص توانه یه بالایی داشته باشه اما سنش پایین باشه فایده نداره. راستی نگفتی بیماری شوهرت چطوره؟ میدونم که فضولیه با احتمال داره ناراحت بشی اما یه نگاهی به این بنداز. خیلی ازت ممنونم اما ما به این چیزا فکر نمی کنیم. برای جلوگیری از پیشرفت سریع بیماری نگهداری تو خونه بهتره. اما اون دو سال و نیمی که از خونه بیرون نرفته. میدونم به خاطر خانواده است اما لازم نیست تو تمام مسئولیت رو به عهده بگیری. چرا به خاطر شوهرت انقدر خودتو اذیت میکنی؟ به بقیه عمرت فکر کن. تا کی میخوای ادامه بدی؟ هرچی بگم که متوجه نمیشی. ببخشید. غذاش خورده. من اومدم. من اومدم. دیره. معذرت میخوام. رفته بودم خرید. حداقل میتونستی تلفن بزنی. تو هم زمانی که دیر میومدی اصلا خبر نمیدادی. یادت رفت. از تو انتقام میگیری. درسته؟ امروز رفتم مغازه جدید رو دیدم.
راهش خیلی خوب و راحته. برای رفتن تا اونجا فقط یه بار مجبورم قطار عوض کنم. سه تا مغازه اون برترش هم یه رستوران غذاهای طبیعیه. حتی روزم میتونم از اونجا خرید کنم. معذرت میخوام. معذرت میخوام که اینطوری شد. چی داری میگی؟ معذرت میخوام که هر روز باعث زحمتت میشم. اینطور نیست. چی داری میگی؟ معذرت میخوام که اینطوریه. گفتم که اینطوری. معذرت میخوام. چرا از من طلاق نمیگیری؟ این خیلی خوبه. تازگی ها چیزایی که درست میکنید خیلی خوبن. کاراتون زمخته اما قدرت توشه. این دفعه به پدرم نشونشون میدم. راستی فنجون دفعه قبل خیلی خوب پخته شده. این فقط نمیخوام اینو فراموش کنم. بله بله. هزینه پختش چقدر میشه؟ 1200 ین. بله. ماه پیشم بشقاب مستطیلتون رو پختیم. هنوز پول اون رو ندادم. خیلی دوتاش با هم میشه 2700 ین. باشه. متشکرم. اینم باقی مونده شه. مثل این که اشتباه کردم. الان میرم پولتون رو براتون میارم. الان میرم. من سایکی هستم. من همیشه پول بیمه رو میپردازم و همیشه هم بهتون یادآوری میکنم که شکستنیه. اگه نمیتونید حواستون رو جمع کنید دیگه با شما کار نمیکنم. بله لطفاً دقت کنید. من اومدم. چت شده؟ چرا چراغ روشن نکردی؟ معذرت میخوام. همین الان شامو درست میکنم. امیکا دیگه بس. چی؟ بس دیگه بس. خواه؟ معذرت میخوام. امروز یه مشکلی داشتم برای همین دیر اومدم. خسته شدم. تو که حالت خوبه بیرون میری و خیلی خوشحالی. سایکی بسه. امروز من خیلی خستم. باز شروع نکن. همین زنده بودن منم برا درد سرسازه. بگو بزارمم. بگو برام بمیرم دیگه. آروم باش. این فکر رو به خاطر مریضیت آروم باش. خودتو کنترل کن. اگر بیماری من ناراحتی از اینجا برو. خیلی خوب.
اگه تو میگی من حاضرم برم. فعلا بذار شامتو درست کنم. همیشه وقتی بیرونی اینطور لبخند میزنی؟ چیه؟ نکنه دلت میخواد همیشه برات گریه کنم؟ آره گریه کن برام، یه گریه کن. من بیرون وقتی گریه کردن ندارم. وقتی که ریه انتخاب اولشو برای دبیرستان قبول نشده بود گریه کردی؟ اون شب تو و دوستات رفته بودین بیرون و تا صبح مشغول خوشگذرونی بودین و نیومدی خونه. اون شب ریه در اتاقشو قفل کرده بود، تا صبح بیدار بود و گریه میکرد. صبح که شد اومدیم دیدیم تو از خوشگذرونی شبانه اومدی، تو آشپزخونه خوابیدی. ریه میگفت یعنی من برای پدرم هیچ اهمیتی ندارم؟ من برای پدرم حکم چه چیزی رو دارم؟ فقط این نیست، وقتی که من مریض شده بودم یا اینکه وقتی ریه تصادف کرده بود تو کجا بودی؟ من و ریه دو نفری کارامون رو انجام دادیم دیگه. بسه. امروز هوا خیلی خوبه، نمیخوای قدم بزنی؟ رودخونه، کوه، همشون خیلی قشنگن. این بیمار دو شخصیت داره، معمولا خیلی خشنه و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ولی امروز مثل اینکه خیلی آروم و خوشحاله. اگه میخواین ثبت نام کنین زودتر اقدام کنین. خیلی خوبه، این دفعه از من با خانومم میام. خانم شما خیلی خوششانسه که همسری به خوبی شما داره. اینجا میشه بیرونم رفت؟ بله، ولی
قبل از هر چیز اول باید خانمتون رو ببینم، بعد تصمیم بگیرم میتونم اجازه بدم ایشون بره بیرون یا نه. ببخشید، کسی که قرار بستری بشه خود من هستم. این ظرف مال مشکویاکیه و نقاشی اونم توسط واتانابه کار شده. سایز بزرگش یه مدل نقاشی داره، کوچیکش هم یه مدل دیگه. با دقت نگاهشون کنید. الو، سلام. نمیدونم چرا یه دفعه نگرانت شدم. حالت خوبه؟ بله. ببینم الان کجایی؟ بیرونی؟ پیاده روی. پس زود برگرد خونه. ببینم صدای قطار داره میاد، مگه تو الان کجایی؟ سایکی؟ مواظبش باش آقای سایکی، نشکنه. باشه. دو دستی بگیرش. خیلی خوب. دکوری جالبیه. اینا میبرم خونه آویزونش میکنم. معذرت میخوام، معذرت میخوام، کسی هست؟ اسم من امیکوه، پدر بزرگ پدریم این اسم رو گذاشته. میگن وقتی من به دنیا اومدم درخت شاه بلوط تو حیات پر از میوه بوده. اسم قشنگی، اسم خوبیه. چیکار میکنی؟ تو کی هستی؟ من سایکی هستم.
قبلا با امیکا میامدم پیش شما، یادتون نیست استاد؟ معلومه چی داری میگی، من به آسایشگاه بر نمیگردم. زود از اینجا برو، برو ببینم، برو برو. اینو ببینین، اینو ببینین. اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست. دنبال من بیا، شروع میکنیم. های توهی ایسا ما رو بیاد. ها ببینم، مگه نمیخوای اینو بپذی؟ ها پس هیزو ما رو بیا. چشم. دیگه بسته، برو کبریت بیار. کبریت؟ نه بله. سازم خوبه. شبا نوشیدنی گرم خیلی میچسبه. بخور بخور. بردار سیب زمینی بخور. خوشمزه هست. تو زن و بچه داری؟ آره. که اینطور، منم دارم، پسرم 7 سالشه، ولی خانواده میگن که فراموشی گرفتم، منو فرستادن آسایشگاه. من اصلا فراموشی ندارم، کارمو خودم انجام میدم، به کمکی کسی احتیاج ندارم. تو باشی بکبر نمیخوره، من انداختن بیرون. بخور. چرا نشستی منو تماشا بکنی؟ بخور بخور، همین کافیه. زنده موندن کافیه، همین که زنده هستم برام کافیه. من هنوزم زنده ام و باید زندگی کنم. آره من یه دریا نوردم، یک کشتی بزرگ دارم، همه عمر توی اقیانوس ها گذروندم، شبها روی عرشه کشتی دراز میکشم و به ستاره ها نگاه میکنم. انقدر زیادن که نمیشه شمردشون. چقدر اون ستاره ها قشنگ و نازن. کاش میرفتم پیش اونا، توی اون سکوت بهمنگیت با پریای دریایی میگیم و میخندیم و شادیم ما، برای اینکه هنوز زنده ایم. من هنوز نفس میکشم، میخوام از زندگی لذت ببرم. زندگی رو دوست دارم، زندگی رو دوست. Thank you.
استاد 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 سایکی اتفاقی افتاده حالتون خوبه من تو ایسکا میرم میخواییم با من بیاییم دور نیست بله ببخشید من سایکی هستم ماسایوکی سایکی شما چی؟ من امیکو هستم امیکو یعنی شاخه پر از میوه امیکو خانم امیکو اسم قشنگیه Thank you.